سلام و درود خدمت همه شما هموطنان گرامی و جوانان قیام آفرین در سراسر کشور. سلام به همه کوشندگان عرصه پیکار خجسته آزادی. سلام به اعضای پرشور کانونهای شورشی و همه اونایی که این روزها برای رقم زدن سرنوشت مشترک مردم ایران سر از پا نمی‌شناسند. با برنامه قیام آفرین در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. از آغاز قیام آبان ماه در سال گذشته تا همین امروز شاهد سلسله ای از تحولات خیلی مهم و خیلی پرشتاب هستیم، چون که قیام آبان ماه تعادل جدیدی رو رقم زد، تعادل قبلی رو برهم زد و آنچنان آتشی به پای کرد که آخوندها هنوز هم دارن از شراره های اون وحشت میکنن و ابراز هراس میکنن، مدام نسبت به تکرار اون به همدیگه هشدار میدن. گزارش آماده پخش هست که به همین وحشت رژیم آخوندی از قیام سراسری میپردازه. گزارش رو با هم ببینیم. چشمانداز قیام و هر لحظه هراس در نظام آخوندی. تکرار این تصاویر که کمتر از یک سال قبل از 24 آبان تا 27 آبان 98 در بیش از 200 شهر کشور مراکز حکومت آخوندی را به آتش کشید، پیوسته کارگزاران ولایت فقیه را در وحشت فرو می‌برد و هر روز به شیوه‌های مختلف مجبور به این اعترافند. روزنامه حکومتی همدلی در مورد پیامدهای بی‌اعتمادی فزاینده نسبت به حکومت آخوندی نوشت: شکل حادی از این بی‌اعتمادی در سال‌های اخیر در میان مردم و نهادهای قدرت تشدید و تقویت شده است. اعتراضات در سال‌های 96 و 98 عمق بی‌اعتمادی و فاصله گیری مردم از جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و به ویژه اصلاح طلب را به خوبی نشان داد. بعد از آن هر شعار و خواسته‌ای که از سوی نهادهای قدرت صادر می‌شود با بی‌تفاوتی و بی‌اعتمادی محض اکثریت مردم روبرو می‌شود. عدم اعتماد به رسانه‌های رسمی از جمله صدا و سیما را باید از همین زاویه نگریست. امروز جامعه نشانه خطرناکی بر از بین رفتن نظم اجتماعی است. کاملا واضح است که منظور نویسنده از نوشتن از بین رفتن نظم اجتماعی چیزی جز تکرار همان قیام‌های 96 و 98 نیست که تار و پود نظام را در نوردید. حمله کردن نیروهای ضد شورش فرار. مردم حمله کردن نیروهای ضد شورش فرار. 26 آبان باغستان غربی کرج. باغستان غربی کرج. همین روزنامه حکومتی نسبت به واکنش‌های شدید اجتماعی در برابر موضع‌گیری وحشیانه امام جمعه پلید خامنه‌ای در اصفهان مبنی بر ناامن کردن جامعه ابراز وحشت و نگرانی کرده است. بله، ابراز وحشت‌ها رو تا حدودی دیدیم. این روزا به بهانه به اصطلاح هفته نیروی انتظامی شاهد اظهارات سرکوبگرانه و اقدامات سرکوبگرانه هستیم، چه از جانب آخوندهای حکومتی و چه امام جمعه های خامنه ای در شهرهای مختلف و چه از طرف پاسدارا و سرکردهای امنیتی رژیم. امروز هم شاهد بودیم که رژیم آخوندی تعداد جوانان رو در تهران در حالی که داشت رو به شدت کتک میزد رو وانت سوار کرده بود، وانت نیروی انتظامی، و میچرخون که طبعا با انزجار شدید اجتماعی مواجه شد. تو برنامه امشب میخوایم ببینیم علت این اقدامات چیه، علت این اظهارات چیه و خلاصه توانمندی های رژیم چقدر است و این اقدامات اظهارات در چه تعادل قوایی داره صورت میگیره. قبل از اینکه به گفتگو با میهمان برنامه بپردازیم، اجازه بدید که تصاویری رو ببینیم و بعد گفتگو رو انجام بدیم. Thank you.
بله، تصاویر رو دیدیم و میخوام بپردازیم به گفتگو. مهمان برنامه حسین میرداماد هست. آدم تصاویری که میبینه اصلا تعادلی برای آدم باقی نمیذاره. ببخشید که من سر مورد کم فراموش کردم بکنم. ضمن سلام خدمت شما، میخواستم که با توجه به همین تصاویری که دیدیم، یکی یک از هزار که چه عرض کنم قطره ای از دریا هست و جنایت رژیم وقتی در صحنه علنی و در حضور مردم این کارو میکنه، ببینید که در زندان ها و شکنجهگاه ها چه میکنه. من میخواستم خواهش بکنم که اول اگر ممکنه، چون همجوری اشاره کردیم به اظهارات و اقدامات رژیم، ولی اگه ممکنه شما یک تصویری از اونجا که در همین هفته گذشته در این رابطه بدید که بعد بپردازیم به سوالات مشخص تر. اجازه بدید منم ابتدا سلام کنم خدمت بینندگان عزیز و جوانان قیام آفرین و شورشگر. عرض کنم خدمت شما که این عمل وحشیانه‌ای که امشب الان شما تصویرش رو نشون دادید و در واقع از صبح تا حالا مطرح هستش و با انزجار بسیار شدید مردم به خصوص تو شبکه‌های اجتماعی مواجه شده، این البته یک مجموعه ای از اقدامات سرکوبگرانه رژیم هست که در این هفته دارن انجام میدن. از جمله این که خود نیروی انتظامی اومده یک پیامکی رو داده برای به اصطلاح بدحجابان، عنوان اصطلاح خمینی ساخته بدحجابان که نمیدونم تهدیدشون میکنه، این کارو میکنیم. و امام جمعه رژیم در اصفهان آخوند جلاد طباطبایی اومد گفتش که باید جامعه رو برای بدحجابان ناامن کرد. و یا ببخشید میونه کلامتون، این همون آخوندی که اون دفعه که جریان اسید پاشی رو افتاد این صحبت کرده بود قبلش؟ این صحبت کرده بود و پیرو صحبت های همین فرد بود که اون اسید پاشی های جنایتکاران در اصفهان صورت گرفت. و یا آخوند دیگه به اسم یعقوبی که اونم نماینده خامنه ای هست توی بجنورد، اون اومد و گفتش که نه تنها اینها رو باید ناام کرد، بلکه اینها یک ویروسی هستند که بعد بعد حجابان باشون مقابله کرد. یه جمله دیگه هم گفت، گفتش که میباید نیروهای انتظامی میباید زندگی آشوبگرانی که نیتهای شوم در اذهان خود دارن رو اینا رو به هم بزنن. یعنی اینجا اومد یک ترم بعد حجابا رو گذاشت، بعد اینجا آشوبگران رو گذاشت. بعد عرض کنم خدمت شما که یک پاسدار دیگه به اسم مطهری که به اصطلاح رئیس گردانهای ضد امام علی هست، رفته بود در کرمان یا مثلا گردان ضد امام علی کرمان و اونجا گفته بود ما 40 گردان امنیتی ضد امام علی در اونجا درست کردیم. و یک سری در واقع از این اقدامات که تحت عنوان هفته نیروی انتظامی یا هر بهانه‌ای که الان دارن به اصطلاح ایجاد کردن که شاید بتونن تأثیری بذارن روی قیام آفرینان و شورشگران که البته هیچ تأثیری نتونه. شما میگید البته هیچ تأثیری نداره، خب به هر حال داره در این ابعاد که خود شما چند نمونه شو گفتین، خب کار تبلیغاتی و خلاصه ادعاهاشو مطرح میکنه، اقدام عملی هم میکنه. الان فیلمشو دیدیم، اینقدر وحشیانه. آیا نمیتونه در راستای ارعاب، خب هدفش اگر همین ارعاب هست، نمیتونه همینو محقق کنه چون داره این کارا رو میکنه دیگه بالاخره؟ ببینید، ما باید همه مختصاتی رو که جامعه ایران قبل از آبان 98 داره و بعد از آبان 98 یک بچه تمایزی برش قائل بشیم. بله. در اون قیام شعار مرگ بر خامنه ای با آتشی بسیار بسیار انبوه در 200 شهر علیه مراکز رژیم، خونه های این امام جمعه های پلید، دفاترشون و مراکز سپاه بسیج و مراکز قارت و چپاول مردم با آتش کشیده شد. درست. بنابراین اصلا یک مختصات دیگه ای، تعادل دیگه ای وجود داره. بله. ضمن اینکه حالا من یک مثالم بزنم از قبل از این قضايا. بله. اتفاقا اگر یادتون باشه در جریان قیام سال 88 قبلش اون پاسدار رادان و احمدی مقدم و اینا که انتظامی اون موقع بودن، بله، چه وحشیگریایی میکردن، آفتابی مینداختن گردن جوونا، باتون میکردن تو آستینشون، سوار و الاغ میکردن، برعکس یک تحقیر و توهینای خاص خودشون بود. بله. که بلکه بتونن از این طریق جامعه رو مهار کنن، ارعاب ایجاد بکنن و بله، جوونا قیام نکنن. و دیدیم قیام 88 شد و 8 ماه ادامه پیدا کرد. در روز عاشورا که قیام تا مرحله بسیار بسیار خطرناکی برای رژیم رفت. بله.
بعد قیام 96 ایزن از این کارا قبلش کردن. قیام 98 که اصلا قبلش تمام پمپ بنزین ها رو سپاه گرفته بود. بله. که قیام صورت نگیره. آماده باش مطلق بودن چون خودشون میدونستن روز جمعه میخوان بنزین رو گرون بکنن. بله. اما این قیام به وجود اومد. درست. چرا؟ به دلیل بستری که در جامعه ایران هست و شدت انزجاری که وجود داره از خامنه ای و نظام پلیدش، هر لحظه مترصد این فشارها هست که تخلیه بشه و رژیم رو در واقع به نقطه مرگ خودش نزدیک بکنه. اما اون چی که در واقع ما شاهدش هستیم، بله، این هستش که این اقدامات رژیم دو تا وجه داره. یکی این که خود این نیروی انتظامی، خود سپاه و بسیج در درون خودش بسیار به هم ریخته است، بسیار در وضعیت ناجوری قرار داره. مثلا الان بر اساس اطلاعاتی که ماها داریم، بر این اساس خیلی از بسیجی ها رو اصلا تصفیه کردن. میگن کسایی که بسیجی زیر 10 سال باشه این نمیتونه برای رژیم کار بکنه. رفتن یه سری پاسدارای بازنشسته رو آوردن سر اینا. از جمله همون متحری که رئیس گردان ضد امام علیه یه پاسدار بازنشسته است، به اصطلاح جزء پیشکسوتان سپاهه. بعد در نیروی انتظامی که وضع انقدر خراب هست که اینا حتی نمیتونن یه سری حقوقهای اینا رو بپردازن. بعد یکی از اینها عرض کنم خدمت شما، میگه که من به نیروی انتظامی، یکی از آدمای رژیم مال یکی از این شهرستانها، میگه به نیروی انتظامی پیشنهاد دادم هفته یه روز یا دو روز چند تا از ماشینای گشت خودتون رو بیارین، بله، به مدت 1 روز و 20 دقیقه جلو مسجد به صورت همینطوری نمادین بذارید. بله. مرکز سرکوبی وجود داره اونجا که از وحشت اینکه نیروهای قیام آفرین به این آخوندها حمله نکنن، نماز در مسجد بخوانن و برون، اصلا هیچ کاری نداشته باشن، یعنی مترسک بذار اونجا کار نشه بشه. اما قبول نکردن. بله. ما وضعیت نیروی انتظامی را درک میکنیم. اون طرف میگه میدونی چه وضعیت خرابه. بله. خودش میگه پسرم در نیروی انتظامی میگوید بیشتر از این نمیرسن که اوضاع را کنترل کنن. این مال نیروی انتظامی، اونم مال بسیج، اونم مال سپاه. من عذر میخوام، توضیحات شما خیلی قانع کننده است ولی من در این موقعیت سختی قرار دارم چون 3 تا سوال دیگه حداقل دارم. اگه تو صحبت شما سوال دیگه در نیاد 1 دقیقه و نیم هم حدودا وقت داریم. برای من میخوام خواهش بکنم که این سوالات رو مطرح کنم، شما لطفا اگر ممکنه بهش بپردازین، شاید بخواید دو تا رو با هم جواب بدیم. من میخوام بگم که بله، مشخص که رژیم داره، در توضیح سوال قبلی میگم، داره این تلاشا رو میکنه که رو ایجاد بکنه. اشاره کردیم به روحیه نیروهای خودش، ولی خب به طور واقعی داره سرکوب هم میکنه دیگه. بالاخره اینو چه باید جواب داد؟ بالاخره برای انجام روح داره به طور واقعی در جامعه ایران سرکوب رو پیش میبره. ببینید ما دو تا بحث کردیم. بله. اینجا یه بحث کردیم در مورد ارعاب، بله، و تلاش های رژیم برای ارعاب، دست و پا زدنهاش در این وضع خراب درون نیرویش. بله. یه بحث هم کردیم از سابقه تاریخی ایستادگی در برابر این نیرو. بله. اون گوشمالی دادن های روزای عاشورا، یادتون روز عاشورای، بله، سال 88 یادتون بیاد، و اون گوشمالی دادن های سال 96 و بعد در سال 98 که دیگه، بله، اصلا قوقایی بود. درست. خب بنابر این جامعه ما یک جامعه جوشان و خروشانیه. بله. و این اینطوری نیست که دست بسته باشه. اتفاقا امروز در پیام رهبر مقاومت برادر مجاهد مسعود رجبی اومده بود که صحنه‌های فجیع و ضد انسانی سرکوب و کتک زدن و ارعاب در ملأ عام را تحت هیچ بهانه و عنوان تحمل نکنید. بله. خامنه‌ای را لعنت کنید، فریاد مرگ بر اصل بدعت فقیه سر بدید، جواب دژخیمان و جلادان آتش است و بس. بله. دست کم باید سنگی نثار ماموران و خودروی آنان کرد. بله. در شب 40 خامنه‌ای، در شب 40 خامنه‌ای و دژخیمانش منتهای ذلت و تحقیر و توهین را به حق ملت ما روا داشتن. اینطوری جوان‌ها رو میارن تحقیر میکنن که عموم جامعه رو بخوان ارعاب کنن و میگه حیات من از ذله، برای دفاع از خود و خلق در خلق در زنجیر مسلح شوید. ببینید این موضوع اینجاست که زبان رژیم، زبانی که با رژیم میشه صحبت کرد، قهر است و قاطعیت، ایستادگیه، آتش جواب آتش، همون کاری که در آبان صورت گرفت. تا به این رژیم، تا این رژیم هست، همینطور تحقیر، توهین، ذلت و این کارا رو میخواد بکنه. درست. اما تا اونجایی که پاسخ مردم ایران برمیگرده، همون قیام ها و همون شورش هایی است که نهایتاً به سرنگونی یک چنین رژیم دیکتاتوری رو حل می‌کنه. ممنونم از توضیحاتتون و در واقع اونجوری که من می‌خواستم سوال کنم شما به نوعی دیگه‌ای و عمیق‌تر پاسخ دادید. اونم این بود که چه راه کاری وجود داره و شما به نظر میاد که
بحث قاطعیت است و به قول شما زبان ایستادگی و اونچه که مثال زدیم. به هر حال خیلی ممنونم از توضیحاتتون. گفتگوی بود با حسین میرداماد پیرامون جنایات رژیم و تلاشی که میکنه برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه. خیلی ممنون از توضیحاتتون. خیلی ممنون. درود بر شما. شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی یکی از محیط‌هایی است که بازتاب دهنده خشم و نفرت مردم ایران است نسبت به کرونا ولایت. مردم حرف‌ها و درد دل‌های خودشون رو تو شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنن و به افشاگری در رابطه با کارشکنی‌ها و اهمال‌کاری‌های رژیم در همین رابطه هم می‌پردازن. خشم عمومی نسبت به رژیم انقدر زیاد شده و وضعیت جامعه دیگه طوری بالا گرفته که آخوندها راه گریزی ازش ندارن. به صحبت‌های یک هموطن بیمار گوش بکنیم که فکر می‌کنم بسیار روشن و واضح بازتاب دهنده بخشی از همین خشم مردمی است. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ببخشید از شدت عصبانیت دارم این ویدیو رو می‌گیرم. بنده یه بیمار کرونایی هستم. یعنی تست سی‌پی‌آرم کرونا مثبت در اومده. امروز رفتم تست ریه بدم. یعنی علاوه بر پزشکیش نمیدونم معنیش چی میشه، ولی اصلا عکس ریه بگیرم. دکتر برگشته گفته که فقط از بیماران بالای 60 سال و اونایی که بیماران زمینه‌ای دارن عکس ریه میگیری. گفتم آقای دکتر بنده نمیتونم نفس بکشم، انگار تو ریه‌ام تو سینه‌هام سیمان ریختن، دیشب نتونستم بخوابم. میگفت هر وقتی که حالت خیلی وخیم شد، هیچی نتونستی بخوری، هر وقتی که ببخشید هر وقتی که افتادی و اورژانس را آورد تست عکس ریه ازت میگیره. گفتم چی در کشور جون آدمیزاد از چی از جان آدمیزاد مهمتره؟ گفتش که ما در کشور تحریم هستیم، ما این دستگاه سه بار در سال خراب شده، شما باید درک کنید. من کی دردم رو بگم؟ خیلی خنده داره، واقعا در کشور خنده داره داریم زندگی میکنیم. بعضی چیزا گریه داره، بعضی چیزا خنده داره. از بیمارستان اومدم بیرون گفتم اب نداره، بذار بمیرم فقط راحت بشم از شر این زندگی. بله، هر کدوم از صحبت ها که آدم میشنوه میبینه از وجهی دیگر این واقعیت تلخ سرکوب و چپاول رژیم رو برجسته میکنن. این که بیمارستان ها توان پاسخگویی به بیماران رو ندارن دیگه واقعیتی است که هر روز شاهدش هستیم. اما یک گام بدیم به عمق، واقعا چرا بیمارستان ها توان این پاسخگویی رو ندارن؟ آیا تو کشور ما پول کمه، سرمایه کمه؟ پولاش کجا میره که اینطوری بیمارا پرپر میشن؟ ما در خلال مجموع برنامه‌های قیام آفرین و در خلال مجموع برنامه‌های دیگه خب بارها به بحران‌های اقتصادی رژیم آخوندی پرداختیم و ارتباط این بحران‌ها رو با منشأ اصلیش هم توضیح دادیم. گزارش بعدی که امروز می‌شنویم باز هم از زاویه‌ای دیگر به منشأ مشکلات اقتصادی می‌پردازه که امیدوارم به اندازه کافی گویا باشه. با تحریم غلط و غیر قانونی و عملیات تروریستیشون خب جلو دارو رو گرفتن، جلو درمان رو گرفتن، جلو مواد غذایی رو گرفتن. اینا روحانی تمام مشکلات اقتصادی را متوجه تحریم می کند و می خواهد القا کند که اگر تحریم نبود الان مردم در بهشت زندگی می کردن. بگذاریم که اصلا نه مواد غذایی و نه دارو تحریم نیستند. اما کی بوده که مردم ایران از بیکاری، تورم، گرانی، فقر و بدبختی و غیره خلاصی داشته باشند؟ نگاهی میکنیم به دزدی‌های کلان در این دو سه سال اخیر. گم شدن 4.8 میلیارد دلار. برباد رفتن 18 میلیارد دلار. همتی 27 میلیارد دلار ارز در اختیار صادرکنندگانی گذاشته شده که هیچ ارزی نیاوردند. جهانگیری معلوم نیست با 22 میلیارد دلار از منابع ارزی چه کردند. کریمی قدوسی 36 میلیارد دلار در اختیار باند قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر قرار گرفت. ظریف 35 میلیارد دلار پول به کسایی دادیم که معلوم نیست اون پول کجاست. خانواده نعمت‌زاده 7.5 میلیارد دلار از پتروشیمی اختلاس کردند.
30 میلیارد دلار در شبکه بانکی گم شد. 20 میلیارد دلار به گروه‌هایی داده شد که برخی وجود خارجی ندارند. راکفلر 20 میلیارد دلار در جریان یک فساد بزرگ از کشور خارج شد. سعید لیلاز 30 میلیارد دلار و 80 تن طلا توسط دولت از بین رفت. حداقل این دزدی‌ها بین 60 تا 100 میلیارد دلار است. این پول بودجه سال یک کشور 50-60 میلیونی و احیاکننده یک اقتصاد بزرگ است. هزینه‌های موشکی و اتمی و جنگ‌افروزی رژیم هم به کنار. بنابراین این مردم ایران هستند که از 40 سال پیش از طرف رژیم تحریم شدند. بله. تازه عدد رقم‌هایی که می‌شنویم بخش از یک دادخواست یک دادستان در دادگاه علیه اون دزدی که داره محاکمه میشه نیست. اینا اعترافات خود همون کسایی که دستن در کارن. باید اینو ضرب در چند کرد تا به واقعیت نزدیک بشیم. به هر حال منشأ مشکلات اقتصادی مردم ایران رو فکر می‌کنم در گزارشی که دیده شد تا حدودی دیدیم. در 14 دهه که از عمر رژیم ولایت فقیه می‌گذره مردم ایران شاهد دردهای زیادی بودن. کارنامه‌سیای خمینی و رژیم پسمونده او شامل انواع و اقسام ویرانی‌ها و تباهی‌هاست. از فقر و فحشا و بیکاری تا اعدام و شکنجه و زندان، از دختران بی سرپناه تا کودکان کار و پدیده دردناکی به نام زباله گردی. یکی از گزارشگران سیمای آزادی در داخل کشور تصاویری رو از زباله گردی در تهران برامون ارسال کرده که با هم می‌بینیم. آخوندی از سطل زباله غذا جمع میکنه. خاک بر سید روحانی، خاک بر سید خامنه‌ای. این از جمهوری اسلامی آخوندی، یک زن آشغال جمع میکنه. خبرنگار سیمای آزادی در تهران هستم. فیلمی که مشاهده میکنید بخشی از وضعیت دردناک مردممون و به ویژه زنان میهنمون در رژیم آخوندیه. واقعیت اینه که توی این رژیم مردم به خاطر یک لقمه نون مجبورن، به خصوص توی شرایط، یعنی شرایط کرونا که وضعیت در بسیاری از شهرها به صورت فاجعه باری قرمز است، دست توی زباده بکنن تا شاید لقمه نانی از اون گیر بیارن. آخه رژیم به جز اعدام و سرکوب، فقر و فحشا، اعتیاد و نکبت چیزی برای مردم ندارن. اینجاست که باید گفت مرگ بر این رژیم منفور آخوندی، مرگ بر دیکتاتوری آخوندی، مرگ بر خامنه‌ای. زنده باد آزادی. تهران، خبرنگار سیمای آزادی، مهر 99. خط قیام چیزی نیست جز خط رویارویی با ستم. قیام پاسخ جامعه است به شکل گیری و استمرار دیکتاتوری. وقتی که حق آزادی از مردم سلب میشه، خب قیام برای آزادی دیگه حق مسلم تک تک اونهاست. بایستی برای اعاده همین حق مشروع به پا خواست و با ایمانی محکم، با عزمی جزم برای تحققش به پیش رفت. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم و تا دیدار دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون باشه.